روز یکشنبه هشتم آبان ماه کمیته ی حزب دموکرات کردستان در کشور آلمان سمیناری را برای آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان برگزار نمود. در این سمینار که با شرکت نمایندگان احزاب و سازمانهای کردستانی شخصیت های سیاسی و فرهنگی کرد مقیم آلمان و ده تن از اعضای حزب دموکرات در آلمان برگزار گردید دبیر کل حزب دموکرات کردستان آقای خالد عزیزی در چارچوب سیاست های حزب مجموعه ای از مسائل مرتبط با تغییرات منطقه و رویدادهای سیاسی ایران و کردستان را در این سمینار مورد بحث و گفتگو قرار داد. آقای خالد عزیزی در ابتدای سخنان خود با اشاره به خیزش های کشورهای عربی و شمال آفریقا اظهار داشتند که مبارزه ملت های زده که های آنان بر اساس احترام به حقوق بشر و حقوق ملت ها بنیان نهاده شده است، در آینده به نتیجه دلخواه خواهد رسید. آقای عزیزی در ادامه سخنان خود به نقش و تأثیرات جامعه جهانی در پیروزی خیزش های اخیر در کشورهای شمال آفریقا و عربی اشاره نمود، و با اشاره به این حقیقت تاریخی که در جهان دو قطبی مصالح مسکو و واشنگتن فراتر از خواست ملت ها بود اظهار داشتند برخلاف مرحله جنگ سرد و بازی های سیاسی واشنگتن و مسکو امروز ملت های آزادی خواه می توانند با حمایت جامعه جهانی بزرگترین دیکتاتورها را به زانو درآورند و در کشورشان تغییرات اساسی به وجود آورند در ارتباط با تعیین حقوق ملت‌های تحت ستم در کشورهای دیکتاتور زده با حمایت جامعه بین الملل دبیر کل حزب دموکرات کردستان نقشه تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی را مهم ارزیابی نمود و تأکید کرد گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباطی یکی دیگر از عواملی بود که موجب شد دولت‌ها بیش از این نتوانند از حقوق ملت ها و خواست های آنان چشم پوشی نمایند. آقای خالد عزیزی در ادامه سخنان خیش و همچنین در ارتباط با نقش کشورهای قدرتمند و جامعه جهانی نقش کشورهای قدرتمند جهان را در سرنگونی سریع دیکتاتورها در کشورهای افغانستان، عراق، تونس و لیبی را مهم ارزیابی کرد و این نوع حمایت های جامعه بین الملل به ملت های تحت ستم را به سود تحقق حقوق ملت ها و گسترش دموکراسی ارزیابی نمود که ملت های دیگر نیز می با تکیه بر اراده خود برای کشورشان از آن استفاده نمایند. در بخش دیگری از این سمینار دبیرکل حزب دموکرات کردستان، با توجه به سیاست های این حزب در رابطه با تحولات اساسی ماه های اخیر در منطقه به وضعیت سیاسی امروز ایران اشاره نمود و اظهار داشت که سرنوشت حاکمان رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز جدا از دیکتاتورهای سرنگون شده نیست. آقای عزیزی در این زمینه اظهار داشت هرچند حکام جمهوری اسلامی و در رأس آنها رهبر و رئیس دولت چنان نشان می دهند که از مردم کشورهای مصر و لیبی حمایت می کنند و از سرنگونی رژیم حسنی مبارک و قذافی خوشحالند اما تردیدی نیست که برای مردم ایران دیکتاتورند و سرنوشت آنها همچون دیگر دکتاتور هاست. دبیر کل حزب دموکرات کردستان در ادامه افسود هرچند جمهوری اسلامی قصد دارد با بحران آفرینی در داخل ایران و در سطح منطقه و جهان افکار عمومی جامعه جهانی را منحرف نماید و پرونده های مختلف امنیتی بخشاید و با به توپ بستن مناطق مرزی اقلیم کردستان مظلوم نمایی کند اما این رژیم هر روز بیشتر در انزوا قرار می گیرد و تردیدها و بدبینی ها نسبت به این رژیم هر روز افزایش می در این رابطه دبیر کل حزب دموکرات کردستان با بیان مطالبی در مورد رفتار نیروهای امنیتی رژیم ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان و همچنین بی اعتمادی جامعه جهانی در خصوص مسئله هستهی رژیم تهران اظهار داشت که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها برای ملیت ساکن ایران سیستم مقبولی نیست بلکه در سطح بین المللی نیست به عنوان رژیمی بحران آفرین و مشکل ساز شناخته شده است. آقای خالد عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود در این سمینار در مورد شیوه حاکمیت آینده در کشورهایی که در یک سال گذشته با قیام های مردمی حکومت های دیکتاتوری آنان ساقط شده است به ایراد سخن پرداخت. دبیر کل حزب دموکرات کردستان از آن داشت برخلاف ادعای رهبران جمهوری اسلامی که معتقدند در این کشورها بیداری اسلامی به وقوع پیوسته و مردم این کشورها خواستار نوعی حکومت اسلامی شبیه حکومت ایران هستند بر این باور است که سیستم آینده این کشورها نوعی از حاکمیت مذهبی میان رو خواهد بود که در آن این فرصت مناسب برای تمامی گروه های سیاسی و مذهبی فراهم خواهد آمد که کشورشان را بر اساس اصل همزیستی بنیاد نهند. آینده رژیم جمهوری اسلامی ایران و موج تغییرات و سقوط دیکتاتورها بخش دیگری از سخنان آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان را تشکیل میداد. آقای خالد عزیزی در این بخش از سخنان خیش با اشاره به حمایت رژیم تهران از حاکمیت دیکتاتور بشار اسد در سوریه و ایجاد چند بحران منطقی همچون بمباران مناطق مرزی اقلیم کردستان اصار داشت رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد به شیوه خود را از زیر موج تغییرات به ویژه سقوط دیکتاتورها برهاند اما این امر ناممکن می نماید چرا که مردم ایران پیام تغییرات را دریافت کردند و منتظر فرصت هستند. در این بخش از سخنان خود آقای خالد عزیزی با اشاره به خیزش مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد ضمن مهم ارزیابی نمودن نقش مردم کردستان سوریه در این انقلاب گفت تغییرات در سوریه میتواند به تحولات در ایران سرعت ببخشد. و نگاه ها را متوجه جمهوری اسلامی نماید که بیگمان این مسئله به سود ملیت های ایران خواهد بود. آینده مبارزه مردم ایران و چگونگی بنیاد نهادن ایران در آینده و همچنین جایگاه ملت کرد در آینده بعد از سقوط جمهوری اسلامی یکی دیگر از محورهای سخنان آقای خالد عزیزی در این سمینار بود. آقای عزیزی در این بخش از سخنان خود با اشاره به انقلاب مردم ایران در سال 1357 خورشیدی اظهار داشت ما کردها در انقلاب سال 1357 علیه رژیم پادشاهی مبارزه کردیم ولی طولی نکشید که سرکوب شدیم و این سرکوب تا امروز هم ادامه دارد به همین دلیل باید گفت که مشکل ما تنها با انقلاب حل نخواهد شد آنچه در اینجا مهم و قابل بحث است این است که ما کورت ها در هر تغییری که در ایران روی می دهد، در کجا قرار می گیریم؟ آقای خالد عزیزی در ادامه افسود ما هم به عنوان حزب دموکرات و هم به عنوان کرد با حساسیت و نگرانی به آینده ایران می نگریم. اما اگر از یک سو از تغییرات منطقه خوشحالیم اما در مورد وضعیت کرد و نیروهای سیاسی کرد نگرانیم اگر ما با هم تعامل و ارتباط نداشته باشیم و ارتباطاتمان را بهبود نبخشیم در آینده ایران و در تهران چگونه می توانیم با قدرت از حق خود دفاع نموده و جایگاه مناسبی برای خود کسب نماییم اتحاد و همکاری احزاب کردستانی نقش و تأثیرات کرد در تهران و مرکز را مشخص می نماید. در این رابطه دبیر کل حزب دموکرات کردستان یک بار دیگر تمامی احزاب سیاسی کردستان که نمایندگان اکثریت آنها در این سمینار حضور داشتن را خطاب قرار داد و اعلام نمود که حزب دموکرات کردستان آماده ی هر گونه همکاری با دیگر احزاب کردستانی بر اساس مساله مردم کردستان ایران است. آقای عزیزی در این زمینه با اشاره به مصوبه پلنوم اخیر کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان اظهار داشت حزب دموکرات کردستان در پلنوم اخیر خود بار دیگر این مسئولیت را بر دوش ما نهاده که برای هموار نمودن زمینه همکاری میان احزاب کردستانی تلاش های خود را افزایش دهیم. انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ایران و موضع در قبال آن یکی دیگر از محورهای سخنان آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان در این سمینار بود ایشان در این رابطه اظهار داشتند ما مثل همیشه در چارچوب مساله مردم کردستان به این مسائل می نگریم. به همین دلیل همچون حزب دموکرات مسئله تحریم یا تایید شرکت در آن از اهمیت زیادی برخوردار نیست. آنچه برای ما حائز اهمیت می باشد این است که در هر دو مورد یعنی تحریم یا تایید آن چه دستاوردی نصیب مردم کرد در ایران می گردد. در کجا قرار می گیرد و چه موقعیتی را برای خود کسب می نموید؟ به همین دلیل ما این مسئله را کاملا مورد مطالعه قرار می دهیم. در آخرین بخش از سخنان خود دبیر کل حزب دموکرات کردستان در زمینه چگونگی تعامل با احزاب و سازمان های ایرانی به ایراد سخن پرداخت. وی در این رابطه دیدگاه های حزب دموکرات کردستان را بیان داشت. آقای عزیزی اظهار داشت نمیتوان در آینده از یک ایران دموکراتیک و یک پارچه سخن گفت اما نقش و جایگاه و حقوق ملت کرد و دیگر ملیت های ساکن ایران را در نظر نگرفت. در خاتمه بار دیگر تأکید می کنم برای آنکه در آینده ایران کرد دارای نقش و تأثیر خود باشد لازم است صفوف خود را مستحکمتر نماید. شایان ذکر است که بعد از سخنان آقای خالد عزیزی شماری از حاضرین در این سمینار نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی و اعضای حزب دموکرات کردستان نقطه نظرات خود را در مورد مباحث اعلام شده ابراز داشتند.